روز گذشته خامنه ای در دیدار با تعدادی دانشجوی بسیجی دستچین شده موضوع رفراندوم رو مطرح کرد و اون رو رد کرد. حرف مردم رو باید گوش بده. حرف مردم کجاست؟ و مردم در همه این مسائل که حرف ندارن، یه حرف ندارن، باید فکر کنن، مطالعه کنن. ساز و کاری داره حرف مردم. حرف مردم همین است که الان وجود داره، یعنی یه نفر رو انتخاب میکنن به عنوان رئیس جمهور، این مال مردم. یک عده رو انتخاب میکنن به عنوان نماینده مجلس، این حرف مردم. حرف مردم اینجوری میشه فهمیدی. هدف خامنه ای از مطرح کردن موضوع رفراندوم چیه و چرا بعضی رسانه های خارجه نشین همگام با خامنه ای با ظاهری البته مخالف اما به موضوع رفراندوم دامن میزنن؟ برای بررسی بیشتر موضوع همراه میشیم با همکارم حبیب گودرزی. حبیب خوش اومدی به این گفتگو، خوشحالم که همراهمونی. برامون بگو که چی شد خامنه اصلا موضوع رفراندوم رو مطرح کرد و چه هدفی داشت؟ یاسر الان که جواب خود خامنه‌ای شنیدیم به بحث رفراندوم که خودش اومد مطرح کرد اونجا توی اونجا، اینطوری نیستش که یه دانشجو به اصطلاح بسیجی در واقع بسیجی دانشجو نما اومدن اینجا، خب یه سوالی کردن سر رفراندوم، این اومده جواب داده. اینا همه تر و بر نبوده، اما خودش جواب داد که مردم صلاحیت ندارن که زیرا به رفراندوم زد، در حالی که نگفت چجوریه که بعد از انقلاب تو یه روز اومدی همه مردم صلاحیت دارن بگن جمهوری اسلامی میخوام یا مثلا اینو نمیخوام. اینو بگذاریم، ولی هدف چیه؟ توی یه جمله بخوام اگه بخوام بگم که چرا این موضوع رفراندوم رو ترک کرد، این موضوع رفراندوم که اومد این ترک کرد اینجا، یا موضوع انتخابات اسفند ماه که تو سخنرانی قبلیش گفت، اینا همش پوشاله. چرا؟ چون اگر رفراندوم برگزار بشه یا نشه، هر انتخاباتی تو این رژیم برگزار بشه یا نشه، آخر دست کیه که مهندسی میکنه در میاره؟ مثل همین که اشاره کرد الان میگه انتخابات، خب مثل انتخابات رئیسی آخر دست، چون ریشه قیچی دستی کیه؟ دست خود خامنه ایه. این از این. اما بخوایم بیشتر بخوام توضیح بدم، باید گفت که این مسائل مثل رفراندوم یا انتخابات اسفند ماه که خودش استارتش هم زد که شروع هم کردن مقام دیگه رژیم و رسانه هاش، اینا همه سوپاپ اطمینان هاییه که در واقع میخواد یه مسکنی به این جامعه انفجاری که هر آن با هر جرقی با هر اتفاق بسیار ساده ای میتونه به سر منجر به قیام بشه و منفجر بشه، میخواد اینو منحرف کنه. میخواد یه مسکینی بزنه و وعده میده در واقع اینطوری که احتمال تغییر هست با انتخابات اسفند ماه، اینو در واقع اینو وعده رو میده به اصلاحاتی های درون خودش، یا احتمال تغییر هست مثلا با رفراندوم که البته خودش هم که دیدیم صحبتاش دیشب که صحبت کرد زیرا به این رفراندوم رو زد. بخوام اگه بخوام بگم این طی 6 ماه قیام 1401 که هفته ماهش هم تموم شد، قیام مردم ایران با ترفندها و توطئه‌های زیادی مقابل روبرو شد. اینم اگه بخوایم بگیم این بحث رفراندوم که امروز دیشب خامنه انداخت یکی از اوناست، مثل ترفندی که دیدیم با بازی وکالت یا بازی منشور توسط منظورم بچه شاه هستش، همون فرزند دیکتاتور سابق، که دیدیم سر این ماجرای وکالت هم آخرش نهایتا با 485,000 کلیک که توی فضای مجازی شد تقش در اومد و عقب نشینی کرد، یا اون ائتلاف چند نفره توی دانشگاه جورج تاون که از توی اون منشور در اومد که اخیراً هم خب میدونی که خبر دادن دو سه هفته پیش خودش اومد از اون عقب نشینی کرد و تلویحاً شکستش رو اعلام کرد. حالا اگه نگاه بکنی این فعالیتایی که چه از جانب رژیم مثل خود خامنه‌ای انجام میشه یا از جانب استعمار انجام میشه، یه مخرج مشترک داره. مخرج مشترکشون هم اینه، تلاش میکنن برای انحراف قیام از آتش و قیام. این همه هدفشونه، چون هم خواسته استعمار و هم خواسته رژیم خود خامنه اینه که به هر شکل مانع رادیکال شدن قیام بشن. برای همین هم هستش که از دیشب تا امروز من نگاه میکردم سایر رسانه‌ها و تلویزیون‌ها رو رفتم پشت این که آره، چون دیشب خامنه یه مار رفراندوم انداختش از آستین خودش مثل فرعون یه ماری انداخت، و از اون طرف رسانه دیگه اومدن دارن دفاع میکنن از رفراندوم، نه رفراندوم خوب است مردم بیان مثلا بعد که توی رژیم مثلا میشه رفراندوم برگزار، دقیقاً که انگار توی این رژیم مثل کشور اروپایی میشه رفراندومی برگزار کرد که انگار این رژیم ولایت فقیه جنایتکار نیست،
که کودک 10 ساله کیانی پیرفلک رو میکشه یا چشم جوونا رو تو خیابونا در میاره و هزاران جنایت دیگه که همه ملت ایران خبر دارن از اون. و همین میخواد مردم رو منحرف کنه از قیامی که خودت داشتی میبود. دقیقاً همینطوره. اینا هم در واقع که میان رسانه‌ها میان تو میز خامنه‌ای وزیر عبای اون این بحثا رو میکنن. اما نکته‌ای بخوام بگم، ملت ایران به دلیل تاریخی که دارن با این موارد تو تاریخ خودشون مواجه بودن، با این توطئه‌ها مثل همین خواست استعمار و ارتجاع که نمیخوان مبارزه مردم ایران رادیکال بشه. مثلا توی یه مثال تاریخ اگه بخوام بگم، خواست هم خمینی هم استعمار این نبود که و نیست و توی انقلاب 57 و نذاشتن که قیام مردم ایران مسلحانه بشه، گرچه روز 21 و 22 بهمن مردم با دست پادگان به دست مردم افتاد، اما اینا سری شاه رو خارج کردن که نکنه قیام به اصطلاح قیام سال 57 رادیکال بشه. چرا؟ اینو از قول ابراهیم یزدی میگم که توی مکالمش با خمینی به این خمینی چی میگه. حالا این ابراهیم یزدی که عضو نهضت آزادی قبل از انقلاب بود، همون کسیه که پیشنهاد رفتن خمینی از عراق به فرانسه رو داد، همون کسیه که مشاور ارشد خمینی تو پاریس بود، کسیه که وقتی اومد ایران رفت عضو شورای نگهبان، عضو شورای نگهبانش کردن، بعدش هم نخست وزیر دولت موقت کردن و بعدش هم شد وزیر خارجه. حالا این چی میگه؟ میگه ببینید خمینی کی بود اون موقع. خمینی میگه خمینی شورای انقلاب بوده. بله شورای انقلاب. خمینی اینطوری میگه، میگه خمینی، اینو از قول خمینی ابراهیم یزدی میگه، خمینی با مبارزه مسلحانه مخالف بود و میگفت در یک درگیری مسلحانه این سازمانهای سیاسی نظامی جرأت نمیکرد و نخواست که اسم فدایی‌ها و مجاهدین رو ببره. در واقع میگه این فدایی‌ها و مجاهدین هستن که جلو میافتن. چرا؟ چون اونا تشکیلات دارن و خیلی تیز در اون صورت اونا برنده میشن و ما مجبور به تبعیت از اونا خواهیم شد. الان هم داستان همینه، هم ارتجاع. اینو ابراهیم یزدی از نقل قول میکنه با صحبتی که از خمینی داشته. بله از خود خمینی، از صحبت‌های خود خمینی هستش. حالا الان داستان همینه، کاری که بحث رفراندوم که خامنه‌ای میکنه یا اقدامات دیگه‌ای که به اصطلاح وابستگی به استعمار انجام میدن، همه هدفشونه که قیام ایران به اصطلاح آتشین نشه و بنابراین باید گفتش که دو تا هدف دارن، اولا هم استعمار و هم خود خامنه‌ای که ایجاد انحراف بکنن تو خواست اصلی مردم، یعنی سرنگونی رژیم و شعار مرگ بر خامنه‌ای که الان به اصطلاح نقل زبون هر کودکی هم شده تو ایران، میخوان در واقع سرنگونی رژیم رو تقلیل بدن به موضوعی مثل رفراندوم یا به موضوعی مثل حجاب که این روزا شده. دوم میخوان ایجاد انحراف بکنن در خط آتش قیام و منحرف کنن به سمت چی؟ به سمت خشونت پرهیزی، به سمت اعتراضات مدنی، رفراندوم بکنیم نکنیم الی آخر، میخوان اینطوری منحرفش کنن. اما خب باید گفتش که ملت ایران به دلیل تاریخی که داشته هرگز فریب توطئه‌های خامنه‌ای و همینطور استعمار و وابستگی اونا رو نمیخوره. بله حبیب، بسیار سپاسگزارم از نکاتی که گفتی و صحبتایی که خامنه‌ای حول موضوع رفراندوم با دانشجویان بسیجی مطرح کرده بود. ممنون از حضورت و نکاتت.